واکنش های ایستریک و بهت و سردرگمی در سراپای رژیم به دنبال قطع 27 شبکه تلویزیونی و رادیویی رژیم و از دور خارج شدن و انهدام بیش از 400 سرور با شعارها و پیامهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای. آن جماعت که فرادا به نمازند و به ظاهر همه جمعند و پی راز و نیازند و به مکر خودشان نیز به نازل بدانند که این خانه پدر دارد، همین پدر پیر پسر دارد، همین پسر شیر سپر دارد و سر دارد و در رد جگر دارد. بگو مرگ بر منافق. برق غضبی که چشم رهبر دارد، گویا که بنای فتح خیبر دارد. به دنبال پخش تصاویر و شعارهای بر ضد ولایت فقیه که توسط منافقین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، دوستان وضعیت‌های خود را به عکس مقام معظم رهبری مزین کنید. ساعت 5 بعد از ظهر جمعه، علی‌رغم بسیج فوق‌العاده فنی، هنوز بعد از یک شبانه روز، شبکه 1، شبکه‌های جام جم 1 و 2 و 3 و شبکه‌های سلامت، آموزش، قرآن، گویا و شبکه شما توان زیرنویس و ارائه برنامه‌های پخش نداشتند.
آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع: اقدام مجاهدین در حک صدا و سیما بی پاسخ نخواهد ماند. لازم است پاسخ محکم، قاطع و دندان شکنی به مجاهدین داده شود. افسار پاره کردن پاسدار اسماعیل کوثری عضو مجلس ارتجاع: مجاهدین همیشه از شهری به شهر و از کشوری به کشور دیگر می روند. آنان باید بدانند که به موقع پاسخ قاطع را دریافت می کنند. تلگرام خبر فوری رژیم: اولین پس لرزه هک و یا نفوذ در شبکه یک صدا و سیما. قطع پخش زنده آنلاین شبکه یک صدا و سیما از فضای مجازی. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: احتمال کمک عنصر نفوذی انسانی در اتفاق امروز این ضرورت را برای مدیریت صدا و سیما ایجاد می‌کند که در مسئله نیروی انسانی و موضوعاتی مانند حراست واکاوی‌های متناسبی صورت بگیرد. سایت حکومتی ایران دیدبان: اختلال در شبکه‌های صدا و سیما و پخش شعار در چند شبکه تلویزیونی و رادیویی رخدادی بی سابقه و عجیب است. وقوع همزمان این عمل در رادیو و تلویزیون نشان از نفوذی دست جمعی با یک برنامه ریزی قبلی است. این اختلال به هیچ وجه نمیتواند نفوذ خارجی ها باشد و اتفاقی است که در داخل انجام شده است. سوز و گدازهای امام جمعه های خامنه ای از قطع شبکه های رادیو تلویزیونی رژیم. قاضی دسفولی امام جمعه دسفول با اشاره به حک چند ثانیه‌ای شبکه یک سیما اظهار داشت: مجاهدین تصور نکنند پیروزی کسب کردند. محبت مردم به رهبر معظم با این اقدام مخدوش نمی شود. امام جمعه دسفول با بیان این که گروه هکری عصای موسی منافقان را بسته است گفت: این گروه دوربین های مدار بسته و امکانات دشمن را تحت نظر دارد. قدوسی امام جمعه ورامین در واکنش به حک صدا و سیما و پخش تصاویر و شعارهای رهبر مجاهدین اظهار داشت: مجاهدین بدانند با این اقدامات روز به روز منفورتر خواهند شد. خبرگزاری سپاه پاسداران: نظام با مخاطرات نوظهور مواجه است. باید تدابیر اندیشیده شود تا جلوی تبدیل این نوع مخاطرات به بحران گرفته شده و در صورت وقوع با اطلاع رسانی صحیح و سریع و روایت اول دشمن را در حمله به افکار عمومی ناکام گذاشت. آخوند جنایتکار حسینی همدانی، امام جمعه کرج: دشمن از کوچکترین فرصت برای تخریب و فضاسازی بر علیه انقلاب اسلامی استفاده می کند. نظام هیچگاه کمک منافقان به دشمنان و به خون کشیدن 17,000 را از یاد نمی برد. آخوند جنایتکار حسینی پور، امام جمعه خمین: مجاهدین 17,000 نفر از نخبگان و دانشمندان ایران را به شهادت رساندند و امروز اینقدر ذلیل شدند که به نشان دادن تصویرشان در صدا و سیمای کشور دلخوش کردند. نمازگزاران با مشتهای گره کرده و با شعارهای الله اکبر خامنه ای رهبر
از مصلای امام خمینی ره تا بیت تاریخی امام راحل راهپیمایی کردند.